با نام خدا و سلام بر شما با مجموعه خبری ساعت 8 از آریانا نیوز خوش آمدید. امروز پنجشنبه 8 ثور سال 1401 هجری خورشیدی است. در نخست سرخط مهمترین خبرها. تجلیل از 8 ثور 30 سال روز پیروزی مجاهدین. متاسفانه در آن زمان نتانستن مجاهدین به خاطر تعمیر و ترقی و تعالی وطن کار بکنند. آغاز کار ساخت یک شهرک صنعتی به هزینه 216 میلیون دلار در کابل. پروژه په فعالیت سره به 1000 شپږ سوه کسانو ته په مستقیم توګه او 1500 کسانو ته په غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره کړو. تأکید دوباره آمریکا بر بازگشایی مکاتب دخترانه. نگرانی ها از قطع صادرات گاز روسیه به اروپا. و خطر نابودی سکتور ساختمانی در صورت بی‌توجهی حکومت. مشروع خبرها، من داریوش احمدی هستم. از 30 سال روز پیروزی مجاهدین و پایان حکومت‌های کمونیستی افغانستان امروز در کابل تجلیل به عمل آمد. معاون دوم ریاست الوزراء در مراسم به این مناسبت هرچند این پیروزی را نتیجه فداکاری و قربانی‌های مردم افغانستان بیان کرد، اما تاکید داشت که وقوع جنگ‌های داخلی کشور را بی‌ثبات و مردم را ناامید ساخت. از سوی هم سرپرست وزارت امور داخله تاکید می‌کند که خاک افغانستان برای هیچ کشور تهدید نیست و از کشورهای همسایه می‌خواهد تا احترام متقابل را حفظ نمایند. مراسمی که برای تجلیل از 30 سال روز پیروزی مجاهدین و پایان سلسله حکومت‌های کمونیستی در افغانستان ویژه شده است. معاون دوم رئیس الوزراء هرچند پیروزی 800 را نتیجه فداکاری و قربانی‌های مردم افغانستان می‌داند، اما تأکید می‌کند که وقوع جنگ‌های داخلی پس از خروج روس‌ها افغانستان را بی‌ثبات و مردم را ناامید ساخت. متأسفانه در آن زمان نتانستن مجاهدین نتیجه جهاد را، نتیجه مقاومت و قربانی ملت افغانستان را قسمی که لازم بود حفظ کنند و به خاطر تعمیر و ترقی و تعالی وطن کار بکنند. کشمکش ها و جنگ‌های داخلی صورت گرفت. در همین حال سرپرست وزارت امور داخله با اشاره به اوضاع جاری در کشور تاکید میکند که خاک افغانستان دیگر در برابر هیچ کشوری تهدید نیست و کشورهای همسایه باید از مداخله در امور داخلی افغانستان دست بردارند و احترام متقابل را حفظ نمایند. مقتول دنیا والو تا یو ژمنه ورکړل په دې باندې چې افغانان هیڅ کلم دی بل چا دی لپاره تهدید نه دی، او خصوصا ګوانډیانو لپاره موږ بار بار دغه کړی دی چې موږ له طرف نه تاسو ته هیڅ رقم تهدید او ویره خوف نشته، او تاسو نه متقابل داسې موږ د امن او د خوشحالۍ تعامل غواړو. از سوی هم والی کابل و برخی مقامهای دیگر امارت اسلامی در این مراسم با اشاره به فشارها و تحریمهای جهانی بر امارت اسلامی میگویند که جهان تلاش میکند تا به وسیله این فشارها خواسته های خود را بر دولت جدید افغانستان بقبولاند. به دغسی حالاتی که کپار په هیچ شکل بانجی په دین نظام بانجی رازی کیج نه، مشکلات استاسی ادهام بدر خرابی چه خلق پرسمیت نپیجنی، اقتصادی بندیزونه دی، مسلمانان د مشکلاتو سره مخ دی، دا به خلق در توایی. خو په داسې حالت کې چې موږ پر افغانستان باندې حاکمان یو او د الله پاک اوامر راته متوجه یي چې دا امر پر ځای که، دا امر پر ځای که، دا امر پر ځای که، سره د قدرت که موږ هغه اوامرو ته توجه نه کوو، دا به د الله جل جلاله د غضب ذریعه ګرځېږي. دا نن چې وایي چې افغان شموله، افغان شموله دې ته وایي چې دنیا هغه غلو چې دنیاوال خپله ورته ویلو چې افغانستان یې تجزیه کړو، دوه سنګرونه یې پورته کړو، افغانستان که اته امپراتورۍ وي، شمال جنوب شرق و غرب. جهاد ملت افغانستان در برابر اتحاد شوروی 2 میلیون شهید داد.
5 میلیون مهاجر و تعداد زیاد میلیون ها بی خانه برمغان آورد، ولی در نتیجه از او شوروی ها شکست خوردن و یک افتخار بزرگ تاریخی نصیب ملت افغانستان شد. با دنبال خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان در سال 1367، مجاهدین حملات خود بر حکومت به رهبری دکتر نجیب الله را شدت دادند و سرانجام در 8 ثور سال 1371 پس از سرنگونی حکومت نجیب الله قدرت را به دست گرفتند و صبغت الله مجددی را بر کرسی ارگ نشاندند. اما دیری نگذشت که میان احزاب و سیاسون بر سر تقسیم قدرت اختلافات به وجود آمد و افغانستان درگیر جنگ‌های داخلی شد که تا کنون از مرد قربانی می‌گیرد. عالمان دینی تخار در مراسم گرامی داشت از 8 ثور از کشورهای اسلامی بابت برسمیت نشناختن امارات اسلامی افغانستان انتقاد کردند. به باور عالمان دینی این کشورها به خاطر مسائل مالی و اجازه ندادن غرب از امارات اسلامی افغانستان حمایت نکردند. از 8 ثور روزی پیروزی مجاهدین و شکست قشون سرخ شوروی سابق در تخار گرامی داشت. برخی عالمان دینی با انتقاد از کشورهای اسلامی مبنی بر تأخیر بر رسمیت شناختن امارات اسلامی میگویند انتظار میرفت کشورهای اسلامی امارات را در قدم اول بر رسمیت نشناختند، اما زیر تاثیر مسائل مالی و فشار غربی ها تا کنون خاموشی اختیار کردند. یکی دوست نداریم سببی عدم رغبتشان به سوی ما، امان و جنایت ما در برابر جیانیان نیست، بلکه جیانیان متمرد در برابر ما جنایت کردن. گاه یک شنبه میکنن، گاه دیگر شنبه میکنن، گاه برنامه ها میسنجن با خاطر نابودی استقلالیت و حاکمیت سرزمین من و شما. مقام های محلی تخار 8 ثور را الگو برای مجاهدین امارات اسلامی و پیروزی و مبارزه در برابر امریکا می دانند و تاکید بر حمایت از بازماندگان و خانواده های شهدای جهادی بر حق مردم در برابر متجاوز این دارند. ملت مجاهد افغانستان با استفاده از کلنگ و بیل، با عقیده و عزم راسخ توانستند که عبر قدرت وقت را به زانو در آورند. شهدا و مجاهدین را نباید فراموش کنیم. قدرت مسئولیت یک چیزی موقتی است، یک روز مسئولیت است، یک روز نیست. خدای نکسه، خدای نخسته نشود که از جمله مبارزین قرار بگیریم. قشون سرخ شوروی سابق در ششم جدی 1358 بر افغانستان حمله کرد و پس از 9 سال مبارزه مردم شکست خورد و از آن زمان تا کنون حکومت ها این روز را تجلیل میکنند. کار ساخت یک شهرک صنعتی در کابل امروز رسما آغاز شد. ساخت این شهرک که 216 میلیون دلار هزینه برمی‌دارد از سوی یک شرکت چینی و افغانی پرداخت می شود. در کنار مراکز آموزشی، مسکونی، مساجد و ساحه سبز 150 کارخانه در این شهرک قرار ساخته شود که برای بیش از 13 هزار تن به گونه مستقیم و نزدیک به 30 هزار نفر هم به گونه غیر مستقیم زمینه کار را فراهم خواهد کرد. عبیدالله انوری با جزئیات بیشتر. آغاز کار یک شهرک بزرگ صنعتی دیگر در کابل. در مراسم افتتاح آن ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرا شرکت کرده است. این شهرک در 650 جریب زمین در پروژه پیروزی واقع در ولسوالی دیسبز کابل ساخته خواهد شد. یک شرکت چینی و افغانی برای ساخت این شهرک 216 میلیون دلار هزینه خواهند کرد که برای 1360 تن بگونه دائم و برای بیش از 30,000 دیگر غیر مستقیم زمین کار فراهم خواهد شد. ساخت 150 کارخانه، مسجد، مرکز صحی و مراکز آموزشی شامل این پروژه می شوند. کم وقتی که مور در اقتصادی کمیسون مسئولیت پگار واکست، الحمدلله در مثبت او د تجارو او د پانګونو کارمندانو ته موږ ډیر زمینه د کار او خدمت برابر کړی ده، د پانګونو زمینه مو هم ورته برابر کړی ده. معاون اقتصادی رئیس الوزرا همچنان از سرمایه گذاران خارجی و داخلی میخواهد که در افغانستان سرمایه گذاری کنند و کمیسیون تحت رهبری او با سرمایه گذاران از هیچ نوع همکاری دریغ نخواهد کرد.
انشاءالله موږ په هر ډول باندې ځکه نن موږ د اقتصادي کمیسیون په راز کې یو هر نوع همکاری او ملاتړ ته موږ آماده یو چې کوم وخت کې دوی ته مشکل او یا یو داسې خبره راشي چې دوی پکښې بند راځي هغه انشاءالله موږ ورحل کوو هم ورحل کړي دي موږ هغه پروژې تر کار لاندې ونیوې چې هغه مخکې دولت کې شروع شوې وې او په هغو مو هم غور وکړو چې مثلا نور نوي څه کول پکار دي. پس از افتتاح کانال قشتیپه، این دومین پروژه بزرگ اقتصادی است که امارت اسلامی کار آن را رسما کلید زده و به باور آگاهان هرگاه پروژه های بزرگ اینچنینی دیگر هم در کشور عملی شود، افغانستان به زودی از رهگذر اقتصادی به پای خود میتواند بیستد. صدر اعظم پاکستان میگوید بحران افغانستان مشکل مشترک پاکستان و ایران است. شهباز شریف هشدار میدهد که پیامدهای بحران افغانستان بر سایر ملل مسلمان نیز تاثیر خواهد گذاشت و پاکستان آماده است تا با سایر کشورهای اسلامی و رهبران آنها برای دستیابی به اهداف مشترک در افغانستان همکاری کند. اما آگاهان به این باورند که پاکستان تاکنون آنچه را ادعا کرده معکوس آن را برای افغانستان انجام داده است. عبیدالله انوری. نخستین موضع‌گیری شهباز شریف صدر اعظم جدید پاکستان در قبال افغانستان پس از رسیدن به کرسی صدر اعظمی. شریف در ضیافت دیپلمات‌ها و سفیران کشورهای اسلامی گفته که بحران افغانستان چالش مشترک پاکستان و ایران است. او هشدار داده که پیامدهای بحران افغانستان بر سایر ملل مسلمان نیز تأثیر خواهد گذاشت. این مقام پاکستانی برای کمک به مردم افغانستان خواستار ایجاد یک جبهه واحد در میان کشورهای همسایه شده و همچنان گفته که پاکستان آمادگی دارد با سایر کشورهای اسلامی و رهبران آنها برای دستیابی به اهداف مشترک در افغانستان همکاری کند. تداوم تشدید بحران انسانی در افغانستان همچنان یک چالش برای ایران و پاکستان به عنوان همسایگان افغانستان است و تبعات آن متوجه سایر کشورها همچنان در جهان اسلام است. اما آگاهان به این باورند که پاکستان آنچه را که تاکنون ادعا کرده معکوس آن را برای افغانستان انجام داده است. پاکستان همیشه کوشش کرده کابل و اسلام آباد باندې متکی پاکستان کوشش کرده افغانستان په کورنی سیاست کې او په بهرنی سیاست کې دوی برلاسی اوسي افغانستان له جغرافي څخه د ځان په ګټه استفاده وکړي. همین گونه بسیاری نیز به این باورند که پاکستان همیشه سیاست دوگانه در قبال افغانستان داشته و همواره از جغرافیای افغانستان به سود خودش استفاده کرده است. پاکستان در پی نابودی افغانستان، نهادهای افغانستان میخواد از بین ببره، فرهنگ افغانستان میخواد از بین ببره، زبان افغانستان میخواد از بین ببره، اردوی افغانستان دو بار سه بار منحل ساخته، حکومت‌های افغانستان سرنگون ساخته. پاکستان برنامه ایزی را داره که افغانستان یک روز بتانه تا حد زیبی بسازه که در القوم خود داخل کنه و عزمش کنه، اما ایتر یک دیدر ایران نداره. پاکستان از کشورهای همسایه افغانستان است که همواره از سوی شهروندان کشور به مداخله در امور داخلی افغانستان متهم بوده و مسئول وضعیت نابسامان اخیر در کشور نیز دانسته می شود، هرچند که اسلام آباد این ادعاها را همواره رد کرده است. نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده در امور زنان افغانستان میگوید بسته ماندن مکاتب دختران تصمیم است که افغانستان را در وضعیت عقب‌گرد قرار خواهد داد. همزمان دیدبان حقوق بشر در گزارش نوشته است که شمار از مکاتب هنوز هم بروی دختران بالاتر از صنف ششم در محدود ولایت‌ها باز است، اما وضع محدودیت‌های سختگیرانه باعث شده تا این مکاتب متوسطاً نیز با خطر مزدود شدن مواجه شود. گزارش از فرهناز فریبرز. بیش از 220 روز از بسته ماندن مکاتب بالاتر از صنف ششم می گذرد. اما هنوز خواستاور این است که مکاتب هرچه زودتر برای دختران باز شود. در ادامه این خواستها، نماینده آمریکا در امور زنان افغانستان بار دیگر تاکید کرده است که مسئله مکاتب دختران باید با امارت اسلامی جدی گرفته شود. رینا امیری در گفتگو با صدای آمریکا گفته است که مسدود ماندن مکاتب دخترانه نه تنها دختران و زنان را بل تمام جمعیت این کشور را در خطر فقر، مشقت و بی‌ثباتی گسترده روبرو می‌سازد.
نمیتوان حقوق 50% جمعیت را به کلی سلب کرد و انتظار داشت که این اقدام نتایج بهتر داشته باشد. به هر پیمانه ای که این وضعیت به همین شکل ادامه یابد و طالبان با آن رسیدگی جدی نکنند، به همان پیمانه کشور دچار مشقت و پیامدهای فاجعه بار خواهد شد. سیستم تعلیمی یا نظام آموزشی در افغانستان یک فرایند یا یک مؤلفه نیست که با وعده و ایدها و امیدواری ها با وعده های رهبران اداره فعلی توجیه داشته باشیم نسبت به بازگشایی مکاتب. در این میان دیدبان حقوق بشر در گزارش نوشته است که شمار از مکاتب در برخ ولایات بروی دختران بالاتر از صنف ششم باز است، اما این مکاتب با وضع محدودیت سخت گیرانه تهدید شدند که در صورت امتناع ورزیدن از قوانین بسته خواهند شد. مکاتب باز در بلخ و جاهای دیگر تهدید شدند که در صورت امتناع از پیروی از قوانین سخت گیرانه لباس بسته خواهند شد. ما فکر میکنم که طالبا به مو وعده هایی را که به جامعه جهانی دادن که یکی از او وعده ها تامین مشارکت زنان در جامعه از سطح کابینه گرفته تا پایین ترین مقام توجه بکنن و به مو وعده های خود اینا عمل بکنن. این در حال است که مقامات وزارت معارف همواره تاکید داشته است که امارت اسلامی وجیبه ملی و شرعی خود میداند تا محیط مسئول آموزشی را برای زنان و دختران فراهم کند. حالا باید منتظر ماند تا چه زمان این مکاتب باز خواهند شد. با فرارسیدن عید رمضان، بازار فروش پتاقی، بمهای کوچک و تفنگچه‌های کوچک در بازارهای ولایت ننگرهار گرم شده است. هرچند که مقام‌های امنیتی این ولایت میگویند که محدودیت‌هایی را برای فروش این بازیچه‌ها وضع کرده و فروشندگان را هشدار دادند که در صورت فروش با برخورد قانونی مواجه خواهند شد، اما با آن هم این بازیچه‌ها در بازارها به فروش می‌رسد. با فرارسیدن عید در شهر جلال آباد، عمده فروشان بزرگ این شهر دست به تولید بازیچه‌های مخصوص کودکان زدند. اما فروش این اقلام به کودکان که شامل تفنگچه، پتاقی و بمب‌های کوچک است، مردم را نگران کرده است. مردم میگویند این بازیچه‌ها تاثیر بدی بر وضعیت روحی کودکان می‌گذارد و از امارت اسلامی می‌خواهند که این موارد را جدی بگیرند. دلته پتاخه خرچیږي، که دلته چرس خرچیږي، که دلته شراب خرچیږي، او که دلته هیروین خرچیږي. د موجوده حکومت او د تیر شوي حکومت د بې کفایتۍ په وجه باندې د لوبې سامان که اخلي نو موټر، قلم، یو بل څه دي والي. دا د وسلو او د جنګي توکو نه دی، باید خپل ماشومان وژغوري. که د قلم او کتاب سره مینه پیدا کړو، نزمنگ افغانستان به مخ کلا. از سوی دیگر فروشندگان میگویند در اجناس جدید آنها چیزی آسیب رسان نیست. دری ورځ د پاره دغه یو ماشومانو د ساتیرې شي نه ورته اخلي، دغه ماشومانو د تمانچی ممانچی هم سره دا بالته والا تپانچی دي، او دې سره سندي ولیا چواره کې چې وشو خو هغه ضرر چې هغه شي موږ نه راوړو. مقام های امنیتی میگویند اعلامیه‌ای را پخش کردند و در آن از تولید کنندگان جدن خواسته شده تا از تولیدات اشیای مضر برای کودکان خودداری کنند. همچنان مسئولان محلی تاکید دارند که با فروشندگان هم برخورد قانونی خواهد شد. ټولنه بعد بد اثر کوي، کاغه پټاسونه دي، کاغه خټین لاسی بمونه دي، که هغه نور داسې شیان دي چې د ماشومانو مثال یا د لوبو شیان دي چې په هغې کې یو نوع ډار وي خلکو ته. د دې هر څه نه امارت اسلامي خلک د اخیستلو او د خرڅولو نه منع کړي. این اولین بار نیست که دکانداران شهر ننگرهار برای سرگرمی و بازی کودکان در روز و شبهای عید چنین بازیچه ها را می آورند، بلکه در نظام جمهوری قبلی نیز همین کار را می کردند، اگرچه در آن زمان صحبت از ممنوعیت فروش این اقلام بود، اما آنها توان عملی کردن آن را نداشتند. در جنوب افغانستان بسیاری از دهقانان در ملکیت‌هایشان چاه‌های عمیق غیر معیاری دارند که هرزگاه کودکان در این چاه‌ها می‌افتند و به تازگی ریاست فایدامه می‌گوید مرد را به نهادهای عدلی و قضایی سپرده است. چند روز پیش یک دختر در چاه عمیق افتاده بود که ملکیت همین فرد بود و آن دختر جان باخت. مسئولان محلی می‌گویند که پس از این با کسانی که چاه‌های عمیق دارند و این چاه‌ها پوشیده نیست برخورد جدی می‌کنند.
همین چند روز پیش دختری به نام وحیده در یکی از قریه های ولسوالی شاولی کوت کندهار به چای عمیق می افتد. با وجود که تیم های نجات به محل رویداد می رسند و تلاش ها را برای نجات این کودک انجام می دهند، اما سرانجام این کودک جان می بازد. حالا ریاست فواید عامه کندهار می گوید که مالک این چای را به جرم این که چرا این چای عمیق را نپوشانیده بود به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرده است. به دی خاطر بودیم روسته دیدی چه اسلامی امارت دغه اعلامیه څو وار خپره کړی ده چې دغه د برمو سرونه پټ کړي، ځکه داسې دغه صدمې راځي کوچنیان ورلویږي د برمو سرونه. دغه اعلامیه نه وه عملي کړې، نو په دې خاطر دوی موږ راوستلی دي او اوس یې شرعي محکمې ته سپارو، بیا چې کومه جزا په شریعت کې ده هغه به درته ورکول شي. او از همه باشندگان قندار می خواهد چای عمیق را بپوشانند، در غیر آن صورت با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد. خپل د برمو سرونه پټ کړي او په هرې ولسوالۍ کې دا سیسټم موظف شوی دی چې هغه دغه برمو نظارت کوي. بیا چېرې داسې برمې پیدا شولې چې د هغو سرونه لسو، هغه برمې به ګډېږي او مالک ته دا برمو به راوستل کېږي، شرعي محکمې ته به سپارل کېږي، بیا چې کومه جزا وه هغه به ورکول کېږي. افتادن کودکان در چاهای عمیق تنها مشکل در ولایت کندهار نبوده، بلکه چند ماه پیش در ولایت‌های زابل و هلمند نیز حادثه مشابه رخ داده بود. هرچند که مقام‌های مرکزی و محلی تلاش کردند تا کودک زابلی را نجات دهند، اما عملیات نجات ناکام شد و کودک زابلی جان باخت. ادامه خبرها پس از وقفه. خبرهای اقتصادی. اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگوید که شرکت های خصوصی ساختمانی با مشکلات جدی مواجهند و اگر دولت بانان توجه نکند بخش زیاد از این شرکت ها حتی با خطر نابودی روبرو خواهند شد. برخی اعضای این اتاق از امارات اسلامی میخواهند که برای احیای سکتور ساختمانی تلاش کند. وزارت شهرسازی اما میگوید حساب بخش زیاد از شرکت های خصوصی را صفر کرده و پول های آنان را پرداخته است. مسئولان اتاق تجارت و صنایع می گویند که شرکت های ساختمانی در کشور با مشکلات مالی روبرو هستند که از این بابت کار صدها شرکت متوقف شده است. شمار از اعضای اتاق تجارت و سرمایه گذاری از وزارت شهرسازی می خواهند که برای احیای دوباره این سکتور تلاش کند. مگر متاسفانه اوس چې دغه یو حالت راغله ده، تاسو یې نه چې یو څه مشکلات رااله په دغه کې هغه خارجي پیسې بندې شولې، او بل دا ده چې هغه پروژې چې نیمه کاره پاتې دي د هغې پیسې ساختمانی شرکتونه دولت یا جهان باقی ده، په میلیاردونو افغانۍ دولت قرضدار ده، دغه سرمایه چې بیرته دې سکتور ته ور انتقال نشي او دې سکتور ته یو تنفس ورنکي حرکت نشي کولی دا سکتور، ځکه چې د دوی پیسې بندې دي، قراداتیانو پیسې په دولت کې بندې دي یا د بانکونو سره بندې دي. بل د دغه پروژو چې نیمه کاره دي د سرنوشت نه دی معلوم چې د دې سرنوشت به څه رقم سره کیږي. اما وزارت شهرسازی میگوید در حال مذاکره با وزارت مالیه برای پرداخت پول برخی شرکت های ساختمانی که با آنها همکاری کردند هستند تا پروژه های نیمه کاره این شرکت ها تکمیل گردد. هرچند که وزارت شهرسازی بخش بزرگ از پول های شرکت ها را پرداخته است. خب بودجه بیا مالیه وزارت چه غدی پاره تاکی اغا بودجه دی شهرسازی وزارت کلونو تا انتقالهی نوغی تا مو ویلیم دی و بیا هم مرتوایوسی مثلا به دو بخش که تاسی وزارتو تا باید بودجه انکشافی بودجه تاین که او غی هم اوس د تا مادهګي خوولې د سی بودیجه ورته تعین کی او کوم کارونه شي نیمه پات دي، یا مثال خبرې تمام شوی دي، تمام کارونه تامینات ورکول شي، ا تضمینونه د خلکو ورکول شي، او کوم کارونه شي مثلا عاجل دي، یا مثلا ک پات شي په مرور دی وخت باندې غلبې نه دي، یو په دغه کې شرکتونو ته څنګه اندازه پیمنت وشي شغه ورک. آگاهان اقتصادی میگویند که اگر از سوی امارت اسلامی قروض شرکت های ساختمانی داده شود، بدون شک این بخش فعال خواهد شد و بر هزاران تن هم زمینه کار فراهم خواهد شد. نرخ اسعار. وضعیت هوا.
برای دیدن این مجموعه خبری و خبرهای دیگر به وبسایت ما سر بزنید www.arianonews.af